دارم. راستی عربستان داعش رو بالو پر داده؟ راستی عربستان در فرو ریختن برج‌های بیزنس سنتر نیویورک دست داشته؟ چه چیزایی ما میشنویم و چه چیزایی میبینیم؟ در زندگیم تصور این رو نمیتونستم بکنم که روزی میتونم بشینم روی اینترنت سوختن یک جوان رو بدون هیچ دلیلی ببینم. تمام روز و شبم داغون شد و باریکالله به ملک حسین، پادشاه اردن، واقعا نشون داد که شاه بودن یعنی چی. سفرش نصف کاره گذاشت، برگشت، لباس نظامی پوشید، کنترل کرد، خودشم سوار هواپیما شد و رفت جلو. آیا بمباران کردن هایی که کشور اردن الان داعش رو داره انجام میده در مقابل بمباران هایی که آمریکا کرده پشیزی است؟ چیز مهمی است؟ خیر. اما جنبه سیاسی و اجتماعیش رو نگاه بکنید. پادشاهی که شاید آنچنان محبوب نبود امروز محبوبه، کلامش اثر رو میکنه و اینه که انسان وقتی که کار درست رو باید بکنه کار درست رو میکنه. خانم و آقایان، به خاطر این اتفاق وحشتناکی که افتاد، داعش و سوزاندن این جوان اردنی، حیف دیدم که در این برنامه به مقوله دیگری بپردازم. به همین دلیل دوست نازنینم رو مزاحمش شدم و زودتر از موعد مقرر ازش خواهش کردم که بیاد و امشب راجع به این مسائل صحبت بکنیم. خانم و آقایان، دکتر رابرت بامبان. سلام عرض کردم، درود بر شما. قربونت برم. آقای بامبان، قبل از هر چیز، آیا عربستان در به وجود اومدن داعش نقشی داره؟ من در جلسه بودم که شواهدی بودش، حرفایی میزدن آدمایی که نه، بهتره که من اول این ازتون بپرسم. ما چقدر به این اخبارهایی که خبرهایی که در ارتباطات جمعی عمومی میادش، نه رسمی، میتونیم اعتبار بدیم و بهشون اهمیت بدیم؟ یه چیزایی رو بعضی وقتا صحبت میکنن که آدم خیلی شک میکنه و باورش هم نمیشه. تکلیف ما چی باید باشه؟ خدمتتون عرض کنم، پاسختون هم بله است، هم خیر. در این که میگم بله است و خیر، چون اساسا بعد از اینکه القاعده در افغانستان و پاکستان به یک شکلی اون زیرساختارش خراب شد، اون سازش خراب شد، ما میدونیم وقتی که بن لادن اول اومد رفت با معلمین خودش و دیگه دوستانشون القاعده رو اینا آغاز کردن، اول یک سازمان خیریه بود، بعد به مرور به هر دلیلی شد اون سازمان کشتار و ترور که بعدش هم نابود شد. اینا 15000 نفر روی وقتی کامپیوترها اینا به دست اومد، اینا 15000 نفر رو نام نویسی کرده بودن. ضمن اینکه بگم القاعده با طالبان و نمیدونم با گروه های مجاهدین دیگه خیلی فرق دارن. چون گاهی من میبینم میگن امریکا به القاعده کمک کرده، اینا یه موقع نمیدونم به اینا اسلحه داد. چنین نیست. امریکا هیچ وقت به القاعده کمک نکرده، اصلا چنین چیزی نیست. بله، به گروه های دیگه بودن، مثلا جنگجویان پنجشیر بودن، به اونا کمک میکرد، که بعدش هم رهبرشون شاه مسعود کشته شد، ولی هیچ وقت کمک به القاعده نکرده. این سازمان که از بین رفت، خب یه مقدار 3000-4000 نفرشون کشته شدن، 3000-4000 نفرشون به خاطر سن بالا بازنشسته شدن، چند هزار نفرشون هم در همونجا پراکنده و بقیه هم رفتن به کشورهای خاورمیانه. به اینام گفتن افغان عرب. این افغان عربا که اومدن، بعدش هم یه دشنا رفتن به افریقا، که نارامی هایی که ما در افریقا میبینیم شاید از همونجا باشه، آغازش از همونجا باشه. اینا در اونجا وارد سازمان های ناآرام منطقه شدن که اینا با دولت های خودشون هماهنگی نداشتن. شما میدونید خاورمیانه، آنچه که ما خاورمیانه مینامیم، چون خاورمیانه نامی نیست که بر اون منطقه ما گذاشته باشیم، مشرق زمینی ها یه نام دیگه داره واسه اونجا.
بین النهرین و غیره. این خاورمیانه که دائم شکلش عوض میشه از نظر استراتژیکی، امریکا و کشورهای دیگه میذارن و فرماندهی این خاورمیانه که نقشه رو میکشه سنتکومه که یک مرکز فرماندهی اون منطقه است که در فلوریدا میباشه. بعضی وقت میبینیم که تا مثلا تاجیکستان هم جزء اون منطقه میشه، بعضی وقت میبینیم تا مثلا الجزیره هم جزء خاورمیانه میشه. بستگی داره از نظر نظامی چیه، ولی فرماندهی اون منطقه که مسئول مثلا امریکایی اون سنتکوم هر چندین سالی که تغییر و تحولاتی در چه بودن خاورمیانه میکنه، ولی اصولا اون زیرساختار خاورمیانه که ما میشناسیم عربیه، حداقل عرب زبانن اکثریشون. در اون کشورهای عرب زبان حکومت هایی که بر سر کار بودن از زمانی که شکل دولت گرفتن، یعنی بعد از سقوط امپراتوری عثمانی یا از بین رفتن امپراتوری عثمانی، بسیاری از این کشورهای کاذب به درخواست انگلستان و فرانسه شکل گرفتن و حکومتی بر سر به اصطلاح بر سر مصدر قدرت اومدن. این حکومت ها که بر مصدر قدرت اومدن به خواست مردم نبودن، یعنی حکومت هایی بودن که خانواده هایی بودن که وابسته به یک نوعی وابسته با بیگانه بودن، منتها خانواده شناخته شده ای بودن، خانواده ای بودن که از خانواده هایی بودن که ایلات و اشعار و تبار منطقه بودن، رؤسای اونا بودن، به هر جهت با کمک بیگانه این اومدن سر کار. فاصله خیلی بزرگی هست بین حکومت ها و مردم در کشورهای عربی خاورمیانه. و در اون منطقه به شما بگم کشور اهمیت نداره. کشورهایی که اونجا شما میبینید از نظر جغرافیایی برای یک عربی که در یک دهی زندگی میکنه محدوده جغرافیایی از نظر سیاسی براش اهمیت نداره. در اونجا اول خانواده است، بعد مذهب، بعد مسائل دیگه، چهارم پنجم شاید کشور اهمیت داشته باشه. شاید دو کشوری که در منطقه بتونیم مشخصا بگیم بجز مذهب در اون منطقه کشورم براشون اهمیت داشته باشه، یکی مصر، یکی ایران. این دوتا شکل دیگه ای دارن. ترکیه رو اسم نمیبرم چون من ترکیه رو جزء خاورمیانه نمیشناسم. با همه این حال اون خاورمیانه ای که ما به اون صورت میدیدیم به مرور شکسته شد، برای اینکه مردمش فاصله دولت‌ها با خارج فاصله هاشون کوتاه شد، کمتر شد، اونا بار سنگینی مخالفین خود را نداشتن، افت کردن، شکست کردن، رفتن. اینو ما در کنفرانس های مختلفی که در دنیا میبینیم که جلساتی که میگرفتن، مثل کنفرانس روم در 1968 که برای ایران تصمیم گرفته شد و همینجور کشور این گروه های که فکری هستن تصمیم میگیرن و عمل میکنن، اینا بودن که اینا رو سوس کردن، این حکومت ها لغزش پیدا کرد و از بین رفتن. آنچه که الان ما به این صورت میبینیم اومدن همین کارا رو انجام میدن و میکشن، این امت واقعی است، یعنی امت همینه، چیز دیگه ای نیست. و این شکل واقعی خاورمیانه است. اگر غیر از این باشه ما الان میگیم چرا دموکراسی اونجا نمیره، بعدا بهش میرسیم که چرا دموکراسی اونجا نمیره باشه وجود داشته باشه. و این حقیقت شکل خاورمیانه اینه که ما الان میبینیم. حکومت های دیگه ای هم که شما میبینید کم کم از بین خواهند رفت. همین چند روز پیش بود که دوباره ما دیدیم در یمن مثلا هوتی ها اومدن حکومت رو عوض کردن. الان به شما قول میدم ظرف چند ماه آینده دو تا یمن خواهیم داشت. سعودی ها سنی ها رو حمایت خواهند کرد، ایران هوتی ها رو داره حمایت میکنه، القاعده هم البته طرف سنی ها خواهد بود و در نتیجه خواهیم دید که دو تا یمن میشه. خاورمیانه به این صورت به شکل واقعیشو پیدا میکنه، یعنی خرد شده، پخش میشه به صورتی که همیشه بوده است. چرا باید پخش بشه؟ برای اینکه شکلش اینه، شکلی که جمع شده بود شکل کازه بود. زمانی که امپراتوری عثمانی بود اینا کشور نبودن، که بعد از سقوط اینا چنین شد. حتی تا امروز دولت ترکیه حس تملک داره نسبت به سوریه، میگه اصلا این کشور نیست، مال منه. شما میدونید در خود داخل کشور سوریه حتی اون موقعی که هنوز چند پاره نشده بود و این بدن یک شکل بود، یک منطقه‌ای هست که اصلا ترک‌ها در اونجا سرباز دارن، میگن این کشور ماست. اونجا یه قبر یکی از رهبرانشونه که عثمانی رو درست کرده بود در اون 1544 به بعد، اونجا قبرش اونجاست، به اونجا سرباز دارن، سمبولیکلی به صورت سمبولیک سرباز دارن و اونجا خاک خودشون میدونن، همیشه اونجا رو میدونن. و الان هم این حس امپراتوری عثمانی رو دوباره دارن به اصطلاح تقویت میکنن. حداقل اردوغان اونو میخواد ببینه که موفق نمیشه. در اون بازی های امپراتوری ایران موفق تر در اومده در این وسط، در این جریان ها. ولی اون شکل خاورمیانه که میبینیم همینه، ناهماهنگی به اصطلاح، اختشاش، زندگی ایلاتی. و اینو باید بدونیم در خاورمیانه سیاست نقشی، سیاستی که ما به در غرب میشناسیم نقشی نداره. اون حکومت هایی که اونجا بودن اون موقع که از غرب
حمایت می‌شدن، بله در اون موقع بود این بود، ولی در فرهنگ خاورمیانه سیاست در این بینی که خاورمیانه به این شکل داشت آتش می‌گرفت و ایران می‌خواست دشمنان خودش از مرز خودش دور نگرداره، در سوریه بود، در سومالی بود، در سودان بود، با خرج کردن پول، دادن کمک به ارتشایی که به اصطلاح ما حالا ارتشایی میگیم که دولت ندارن، همونجور دفعه پیش هم صحبت کردیم، حزب الله و حماس و غیره، اینا رو تقویت میکرد و اینا ناآرامی‌های ایجاد میکردن. جنگ و جدالی که میباید در سر مرز ایران و نزدیک ایران باشه، اون فاصله داشت با ما. تا این ماجرای سوریه که پیش اومد و ایران عملا در اونجا دخالت کرد، دنیای عرب به طور کلی با ایران مخالفه، همونجور که ایران با دنیای عرب مخالفه و دشمنن. از این دشمنی طوریه که هیچ وقت به آشتی تبدیل نخواهد شد، من که یکی زورش از اونی که بیشتر باشه. وقتی که ایران در اونجا نیرو فرستاد و کمک‌هایی که انجام دادن، اونها متقابلاً اومدن به نیروهای به اصطلاح همین داعش که القاعده باشن، بقایای القاعده باشن، کمک کردن که جنگو بیارن جلو و از سوریه اینا رو آوردن در منطقه‌ای که انبار عراق باشه، از عراق منطقه بعد شمالش رو تا اومدن رسیدن شهر مقصله گرفتن تا به 30 کیلومتری مرز ایران رسیدن، طوری که هواپیمای ایران همون روزهای اول که اینا مقصله گرفتن رفتن اونجا رو بمباردمان کردن. 4 تا جت F4 جتای 40 سال پیش آمریکایی رفتن اونجا بمباردمان کردن. این آغازی بود که با اینا شروع کردن جنگ کردن. بعد از اون به بعد ما میبینیم که اصلا نیروهای قدس در منطقه فرماندهی نیروهای عراق به عهده دارن، فرماندهی بعضی از نیروهای کرد به عهده دارن و مشاورت میکنن با ارتش، آنچه از ارتش سوریه باقی مونده است، به اصطلاح کمک میکنم به حزب الله از نظر راهنمای نظامی و غیره، به حماس همچنین، اصلا مرکز حماس داره به ایران میاد و البته در منطقه یمن هم به همین صورت ایران با فرستادن متخصصین و غیره. و همینه که میبینیم بسیاری از فرماندهان قدس، حداقل 3-4 تا از فرماندهان ارشد قدس در این ماجرا کشته شدن و اونا به اصطلاح اونایی که کشتن این القاعده، اونا هم آدم های متخصصی هستن، اون کسایی نیستن که از اینا که شما میبینین به صورت ارتش داعش ما میگیم، این ارتش داعشی ها توشون سربازای حرفه‌ای هست که در ارتش عراق یک زمان خدمت میکردن، الان چند تا هواپیما دارن، توپ و تانک همه چی دارن، یعنی کسایی نیستن که ایلات نیستن که کشاورز باشن، تفنگ برداشته باشن، دستشون برن این کارا رو بخون انجام بدن، اونا هم حرفه‌ای هستن. البته اینی که بگیم اینا یک نیرویی هستند که نمیشه باهاشون مبارزه کرد، نه، منتها این یک مثل کسی که تب داره باید تا صبح صبر کنیم که تبش تموم بشه، بعد آنتی‌بیوتیکی خورده تبش تموم بشه، این طول میکشه. این مسئله هنوز تحریم ها باید برداشته بشه، هنوز جبهه بندی ها باید باشه. ولی ببینین امریکا وقتی میخواد اونجا رو بمباردمان کنه، این داعشی ها رو بمباردمان کنه، میاد مثلا در روز 5-6 بار بمباردمان میکنه. 20 سال پیش وقتی عراق رو می‌خواست بمباردمان کنه، روزی بین 1000 تا 1200 هدف رو میتونست بزنه. تمام این نیروهای داعش، تمام منطقه راقه که منطقه فرماندهی ایناست، میشه با کارپت بامبینگ کرد، اونجا رو صاف کرد، هواپیمای اصلا هیچی نمونه اونجا. منتها این کارا رو هنوز نمی‌کنم، برای اینکه داد ستد سیاسی، داد ستد نفتی، داد ستد منطقه‌ای باید به یه جایی برسه تا یک به اصطلاح نتیجه بخوان بگیرن بین عربستان و بین آمریکا تمام و منطقه ایران. است بله، نه بین همه هر کدوم یک نظریه ای داره، مثلا عربستان برای خودش یه استراتژی داره، امریکا برای خودش یه استراتژی دیگه داره. امریکا الان میبینه که در اون منطقه نمیخواد سرباز بفرسته، در صورتی که اینا 13000 تا سرباز میبینن در اردن دارن، اینا نیروهای مخصوصی ان که اونجا هستن که اگر لازم باشه از اونجا برن به سوریه، نمیفرستن اونجا رو دارن. روسای 20000 نفر آماده دارن که بفرستن به سوریه اگه لازم باشه، نمیفرستن، آماده دارن. خب این دادستتیه که بزرگترا با هم دیگه میکنن، کوچیکترا این وسط میسوزن. ما الان بخوایم نخواهیم مرحله ای رسیدیم که باید امریکا به ما این کمک رو بکنه که تحریما رو بردارن. اگر بر ندارن از نظر اقتصادی ایران اصلا ورشکسته، کاملا ورشکسته میشه. در نتیجه چی میشه؟ الان ایران وارد بازوی اجرایی امریکا شده، همون امریکایی که یه موقع شیطان بزرگ بود الان شده بازوی اجرایی اون. الان فردا پس فردا شما خواهید دید که اینا نیروی هم خواهند فرستاد، اصلا میجنگه دیگه، سپاه قدس برای امریکا میجنگه، برای کی میجنگه؟ اینا هستش. و در نتیجه عربا میدونن که اگر زیاد قیمت نفت بالا پایین بخوام بکنن، خب امریکا
وزنش یا کشورهای دیگه، فقط امریکا نیست، کشورهایی که در منطقه هستن، اروپاییایی که در منطقه هستن میتونن تعادل رو به هم بزنن. نفت، بارها گفتم خدمتتون، نفت مال یک کشور نیست، هیچ کشور نیست، نه مال عربستان، نه مال ایران. نفت یه چیزیه که این نعمتی که دارن، منتها این همه در اون سهیمن. اگر یه مدتی عربستان بتونه نه قیمت‌های نفت رو پایین بیاره یا زیاد استخراج کنه که قیمت بیاد پایین که به روسیه آسیب برسانه، چون منافع کشورهایی که در دوردست هستن حفظ میشه و دشمنانشون آسیب می‌بینن، چیزی نمیگن. ولی اگه یادتون باشه زمان، یعنی در تاریخ خونده باشین، که وقتی که ایران می‌خواست نفت رو صادر نکنه، انگلستان آماده شده بود که لشکرکش کنه به ایران. یعنی چون نفت رو برای نفت میرن، خیلی هم به اصطلاح منطقی به نظر منم منطقی. نفت مال ما نیست، همونجور که بخوایم بگیم که تکنولوژی فقط باید مال امریکا باشه، ما ایرانی‌ها نمیتونیم ازش استفاده کنیم. تکنولوژی مال هم است. هر چی که در این دنیا به این صورت هست برای بهبود زندگی رفع بشر مال هم است، نمیشه محرمانه و خصوصی باشه. این داعش چه ماهیتی داره؟ چطوری شدش که به وجود اومد؟ من یه سخنانی شنیدم در مورد به وجود آنش که اصلا نمیخوام اشاره بکنم، برای اینکه مثل روایت هایی هستش که آدم میشنوه و نمیتونه در تخته به همدیگه جفت نمیشه. ولی اینا کی هستن؟ کسانی هستن که نه معاملات بانکی دارن، نه رابطه ای با هیچ جایی دارن، نه خرید میتونن بکنن، فقط تصاحب میتونن بکنن و پولی که از بانک ها دزدیدن و یا نفتی که دارن الان میفروشن هستش. اینا کیان؟ کی به وجودشون آورد و در این کارهایی که دارن میکنن چه منظوری دارن؟ چه هدفی دارن که یک انسانی رو سر میبرن؟ چه هدفی دارن که یه آدم میزن تو آتیش؟ یه آدمی داشتش میگفتش، من باشون صحبت میکردم، گوش که شما از نظر روانی نمیفهمید ماجرا چیه. این بهترین تبلیغاتیه که گروه دارش داره میکنه. با نمایش این صحنه ها کسانی هستن که از دیدن این صحنه ها لذت میبرن و اونها میرن والانتیر میشن، عضو دارش میشن. آیا واقعا اینه؟ ببینن چند تا شون سوال کردین، خدمتتون پاسخ بدم. نه تمنا میکنم خدمتتون عرض کنم. قسمت اول که داعش از کجا به وجود اومد، همینه گفتم که اینا بقای القاعده و نیروهایی هستن که شکست خورده از حکومت‌های خودشون هستن، سرشکسته از حکومت خودشون هستن. فرصتی است که بتونن انتقام بگیرن، به این صورت دارن انتقام میگیرن به امید یک خلیفه‌گری، یک خلیفه‌گری اسلامی، چیزی است که تمام منطقه میخواد، چیزی است که امروز ترکیه برای خودش یک خلیفه‌گری میخواد، منطقه خلیفه‌گری مثل عثمانی میخواد، چیزی است که یعنی خلیفه کسی که تمام اون منطقه رو بله الان زیر پوشش داشته الان باشه. الان ترکیه تمام سعیش اینه. چرا حمایت میکنه؟ ترکیه بخشی از نیروهای داعش رو حمایت میکنه، حمایت مالی میکنه، حمایت استراتژیکی میکنه، اسلحه میده، راهنمایی میکنه. دفاتر خلیفه‌گری در ترکیه هستن. ماجرایی که در کساب چند وقت پیش انجام گرفت با راهنمایی سازمان میت انجام گرفت. خب اینا چرا؟ اینا خودشون میخوان، آقای اردوغان میخواد یک خلیفه‌گری اسلامی مثل دورانی که امپراتوری عثمانی بود تشکیل بده. خامنه‌ای هم همینی میخواد. بله، اونی که آقای اردوغان میخواست به نتیجه نرسید. یعنی در کشورش مخالفینی که بودن، با اینکه نیروهای مخالف هم مذهبی هستن، منتها با نوع خلیفه‌گری که ایشون میخواست کشورگشایی همراه باشه نشد. ایران الان به طور به اصطلاح ضمنی به اون نتیجه رسیده که اگر اونا ناموفق بودن من موفق ترم، برای اینکه الان تقریبا بخش عمده ای از عراق دارم، تا بخشی از عمده که مثلا یک سوم عراق در دست منه. من نیروهایی در لبنان دارم، من نیروهایی در یمن دارم. خب این کشورگشایی به این صورته، این هستش. منتها این برمیگرده به اون فکر خلیفه‌گری که هست در بین تمام این ملل، و اون فکر واقعیه، حقیقیه. اون فکر سیاسی مذهبی منطقه است، اونو نمیتونیم تکذیب کنیم. تمام ببینید، من در گذشتم اینجوری بوده، در سالیان دورم چنین بوده است. الان مثلا الان عربستان سعودی بحرین احساس تملک میکنه نسبت به بحرین، مال منه. کشورهای حاشیه خلیج فارس مال منن، اگه من یه چیزی میگم اونا نباید بگن. متأخب نگهبان و نگهدارنده دو تا مسجد مهم از نظر اسلام در کشور خودشه و هنوز به اون صورت سر قدرته، اما کشور ثابتی نیست. یعنی هر آن ممکنه اونجا ناآرامی بشه، هر آن ممکنه مثلا مهرها جابجا بشن. و این چیزی هم که شما الان کمی بعدش فرمودین که آدم سوزوندن و غیره، به انواع دیگه در اونجا اجرا میشه. بعد از اومدن سر کار آقای پادشاه جدید سلمان، 5 تا گردن زدن
منتها ما به گردن زدن بیشتر عادت داریم تا آتش زدن. آتش زدن دلیل دیگری داره که بعد اگه خواسته میگم خدمتتون. من بفهمید. خدمتتون عرض کنم در این مورد بخصوص اینا اشتباه کردن داعشی‌ها. برای اینکه در دادگاهی که تشکیل دادن گفتن که این یک عربه و مسلمان مسلمان نباید بکشه طبق قرآن. این اومده بمب آتش‌زا ریخته رو ما و ما رو کشته. ما عمل متقابل به مثل میکنیم، یعنی این را هم همون بمبی که ریخته سوزونده ما این بمب رو میریزیم میریزه. رجوع میکنن به قرآن سوره بقره الجزء 1 آیه 178 و 79 که اونجا در آیات قصاصه که عمل به مثل بکنید. چون قبل از اون در دوران گذشته قبل از اینکه اسلام بیاد عربا وقتی میخواستن انتقام بگیرن اگر یکی کشته میشد میگفتن تمام خانواده اونا رو بکشید. وقتی که پیغمبر اومد گفت که شما تا اونجایی که اسراف نکنید، حالا در همه چی اسراف نکنید، در کشتن هم اسراف نکنید. اینا گفتن ما هم عمل به مثل میکنیم، ما رو با آتش کشته ما هم با آتش میکشیم. اما جایی که اشتباه کردن و امروز ما بینیم رهبران مذهبی مصر، رهبران مذهبی حتی اونایی که وهابی هستن، رهبر مذهبی القاعده اعتراض کرده به این مسئله که اینا این کاری که کردن باید محکوم و باید مجازات بشن. چرا؟ ما در قرآن در همون سوره بقره یک آیه داریم، آیه 23 یا 24، چون بعضی جاها عوض میشه این آیه. در اونجا برای بار اول درباره سوختن صحبت میکنه، میگه که در از کسانی که کافرن و کسانی که شکاکان، البته این شکاکان با شکاکانی که در فلسفه داریم تفاوت میکنه، چون در فلسفه میگه هر که شک کنه کار خوبی میکنه، دیگران هم به شک انداختن اونم کار خوبیه، ولی اینجا از شک به منظور به خداوند شک کردن. این شکاکان و کافران بعد از اینکه از اون پر صراط مثلا بگذرن، کسی که باید تصمیم بگیری اینا برن جهنم خداست نه ما. و در اون جهنمی که بیان میکنه در همون قرآن میگه در اونجا سنگ خاراست و هیزمش استخوان انسان هاست. اینا اومدن بدون اینکه اون آیه رو بدونن کار انجام دادن، یعنی اومدن آتش زدن، در کار خدا دخالت کردن. از نظر مذهبیونی که در اون منطقه هستن و حتی اون مذهبیون هم که با این داعش و خلیفه گری اسلامی موافقن از نظر رویدادهایی که انجام میگیره، با این نو کشتن مخالف بودن، چون این نو کشتن کار اینا نیست، چون در بدن انسان نفس و روح هست که اون که به اصطلاح وقتی جسم میسوزه و زجر میکشه اون خدا باید درباره تصمیم بگیره، نه آقای البغدادی نامی که فرمانده اینا رو داره. برای همین میبینیم که رهبر به اصطلاح مذهبی القاعده عملا اومد گفت که اینایی که این کارو کردن شناسایی کنید و از بین ببرید. و برای همین بود که پادشاه عبدالله به اصطلاح فرزند ملک حسین که شما فرمودین خودش لباس رو پوشید و رفت اونجا رو بمبادمان کرد، چون پشتش چیه؟ سیاست نیست، پشتش قرآنه. با اون قرآن گفت من اگه برم من مورد تایید میشم، چون مردمی که در اونجا بودن در کشورش بودن بعضیاشون طرفدارش بودن بعضیاشون طرفدارش نبودن، با این کار دیدن رفت و اصول قرآن رو اجرا کرد. یعنی منظورم در اونجا هنوز قرآن جلوتر از سیاست قرار داره. و این بود که مثلا امارات که مدتی بود اونجا پرواز نمی کرد، می گفت که شما می دونید این هفت ماهی که میرن اونجا می جنگن در هر جا، هر جبهه‌ای که برن، نه در فقط در اونجا، اصولا وقتی شکاری ها میرن بمباردمان میکنن یه پشتوانه دارن در یه فاصله معینی که اینا رو اگر هواپیماشون سقوط کنه یا بیفتن اینا یه سری شکاری ها میان دوروبر رو پاک میکنن، بعد با هلیکوپتر میان اینا رو نجات میدن. در منطقه‌ای که اینا دارن خلیفه گری داره چنین چیزی نیست، یعنی اگه هواپا بیفته کسی نیست بره به کمک اینا، اونقدر دورن فاصله که اینا که هواپا از دور بمباردمان میکنن میرن یه هواپای بی سرنشینن یا راکتن. امارات چندی پیش یعنی یک ماه پیش گفت من دیگه این بمبار نمیفرستم هواپیما، برای اینکه اگه بفرستم اونجا خلبانم بیفته کشته میشه. الان به اصطلاح به تکیه به اینکه اینا کار غیر اسلامی کردن هم هواپیما فرستاد اونجا، هم به یک اسکادران F-16 فرستاد به اردن که به اونا کمک کنه. یعنی به این شکله سوختن این شخص اشتباهی بوده که نادانی بوده که از نظر مذهبی از نظر مذهبی بوده. شما فکر کنید که استراتژی سیاسی آمریکا در مقابله با این خلیفه گری چیه؟ خب خدمتتون عرض کنم آنچه که اولا خلیفه گری یعنی چی؟ یعنی کسی که یک خلیفه نشسته همه ازش تبعیت میکنن، یعنی این آدم فکر میکنه که تمام منطقه ازش تبعیت میکنن. نه خیر، بگم چجوری. اگه آره خب برای این اجازه بدیم به یک فرهنگ مراجعه کنیم. فرهنگ
بار فرهنگی رو همه دارن، همه ملل دارن. اونی که در آمازون، جنگل‌های آمازون زندگی میکنه بار فرهنگی داره، من و شما هم که در اینجا زندگی می‌کنیم یه بار فرهنگی داریم، اونی هم که در ایران زندگی میکنه و یا بین داعش زندگی میکنه بار فرهنگی داره. اما بار تشخیصش گاهی اوقات به این صورته که تشخیص بار فرهنگی مهمه. بار فرهنگی این نیست که من بدونم هر هفته اپرا در کجاست برم، تفاوت اپرا با اپراتو بفهمم، یا شا هایفرز چه موزیک میزنه، یا مثلا یهودی منیوین چه کار میکنه، یا فلوریان زایباخ با استادیواریوس میزنه ویالونش رو، یا نه. این فرهنگ نیست. فرهنگ، بیان فرهنگ به این صورت، کسی که بتونه تکلم کنه، صحبت کنه، این فرهنگه. کسی که بتونه ابزار معاش زندگیشو بدون از چه راهی به دست بیاره، فرهنگه. لباسی، تنپوشی که میپوشیم، فرهنگه. همه از نظر بیولوژی احتیاج به غذا داریم، ولی نوع غذایی که انتخاب میکنیم فرهنگه. این فرهنگه. در ادامه این فرهنگ، در ادامه این فرهنگ ما مذهب هم میبینیم که جلوتر از همه چیزهای دیگه اومده، جلوتر از سیاست اومده. در اگر البته فرهنگ تفاوت بسیار عمده ای هم داره و تمدن داره. وقتی که چرخش فکری بزرگی شد و انسانی که 13 میلیون 14 میلیون سال روی کره زمینه چند هزار سال پیش تصمیم گرفت با یه چرخش فکری یک جا نشین بشه، شهر درست کنه، و حالا اون شهر هم چجوری درست کرد داستان داره، ولی وقتی که شهر شد، اون تمدن پالیده شد، پاک شد، منزه شد، کم کم به مرور شد تمدن. اون تمدنی که شکل گرفت قانونمندی به خودش گرفت. یعنی اگر قبلا جادوگر و دکتر و نمیدونم اینا همش یه نفر بودن، تخصصی شد، جدا شد. مذهب شکل قانونی گرفت، دولت شکل قانونی گرفت، جامعه شکل قانونی گرفت. این شد میشه تمدن. در این تمدن و اگر چرخش فکری که خدمتتون عرض کردم در چند هزار سال پیش اومد، در خاورمیانه ای که ما میشناسیم، خاورمیانه عربی یا مشرق زمینی که میشیم، 3000 سال قبل از میلاد مسیح. از این 3000 سال قبل از میلاد مسیح تا به امروز، سوای ادیان ابراهیمی که اومدن و همه اینها از مذهب صحبت میکنن، قبل از اونم ما لایه های مذهبی داشتیم، چون بت پرستی بوده، انواع طبیعت پرستی بوده، مجسمه پرستی بوده، هر چی که بوده. یعنی لایه مذهبی زیر ساختار اون منطقه است، ولی لایه سیاسی در اونجا وجود نداره. اگر لایه سیاسی هست، در چهارچوب مذهبه. پس اون از ابتدا در اون منطقه به همین صورت بوده. مذهبم چه میگه؟ مذهبم میگه یک نفر از والاتر و بالاتر از شماست، برای اینکه پاسخ‌ها رو میدونه. ما پاسخ‌ها رو در فلسفه در جای گیر میکنیم، نمیتونیم پیدا کنیم. علم پاسخ‌ها رو در جای پیدا میکنه، گیر میکنه، نمیتونیم پیدا کنیم. مثلا موردی بگم، در مورد مردن ما بیان درست حسابی در پزشکی نداریم. جسمی که میفته روش میره، اونم تمام میشه، فلان کار نمیکنه، ولی پاسخ نیست. اما در مذهب، حالا درست یا غلط، یه رای پیدا کردن که میگن بله، بعد از مرگ چنین شد و چنان خواهد شد. اینه که در اونجا لایه های مذهبی به اضافه لایه های مذهبی قبل از اسلام و قبل از یهودیت و قبل از مسیحیت و زمان بت پرستی، تمام بر پایه اینه که یک نفر باید دانشمندی، یک توانایی اون بالا باشه. حالا اون دانشمند از نظر علم دانش نگفتم، از نظر دانش زندگی و مذهب باشه، بقیه بیان. یعنی ولایت فقیه به این نوع دیگه. حالا اون میخواد شکل پادشاهی پیدا میکنه، تک رهبری پادشاهی میشه، حتی به صورت جمهوری هم که در بیاد باز تک رهبری. شما الان جمهوری اسلامی ایران، جمهوری یعنی انتخاب مردم، ولی مردم که نماینده انتخاب کردن، اون نماینده اگر ولایت فقیه قبول نداشته باشه که نمیتونه بره اونجا. در نتیجه بازمون تک رهبریه. در از هر چارچوب و از هر زاویه‌ای که منطقه نگاه کنیم، این تک رهبری مذهبی بر سیاست حکم میکنه. اینه که الان در اون منطقه طبیعتاً هستن کسانی که سیاسی هستن، طبیعتاً هستن کسانی که میاندیشن، اما قدرتی ندارن. شما از تاریکی یک اندیشه رو وردار بیار بر یک جامعه تاریکتر بذار، بخوای روشن کن اون جامعه رو. خب اون جامعه‌ای که در تاریکی زندگی میکنه نمیتونه روشنایی رو ببینه. اینه که به این صورت خواهد موند، چه حالا چه بعداً. آمریکا میتونه اگر بخواد خلیفه گری رو یه روزه نابود کنه؟ یه روزه نه، ولی میتونه نابود کنه. ببینید، اجازه بدین یکم باستر صحبت کنیم به این صورت که من یه دوستی دارم در فیسبوکش هر روز مینویسه رژیم جمهوری اسلامی باید بره، حتما باید بره، این اصلا نباید باشه، اگه باشه چه این است و چنان باید. این راه حل نیست که باید بره. شما یه چیزی رو که بخواین وردارین، باید بتونین چی جاش بذارین. از به خاطر تنها به دلیل ناراحتی ما چیزی رو نداریم جانشین کنیم در اونجا، و در خاورمیانه هم همینطوره. چون زیر ساختاری که می‌خوایم جانشین اون زیر ساختار که باید بیاد، از همون زیر ساختاره.
آنچه که از همون جنسه، از همون جنسه. لذا نمیشه این چیز چنین چیزی رو کرد. اینه که به این سادگی نیست که اگه بخوایم اونو ورداریم چیکارش بکنیم. الان منافع امریکا درسته چند نفر کشته میشن و نمیدونم سر بریده میشه و اینا، ولی ببینید این کشت بعد از ساختمانهایی که در نیویورک زده شد، ساختمانهای دوقلو به اصطلاح معروف به دوقلو، بلافاصله بعد از چند ماه دو تا کشور اسلامی افغانستان و عراق حکومتشو از دست دادن. از اون به بعد آتشی در خاورمیانه روشن شد که همینجوری دامنشون رو گرفته و تمام این کشت کشتارهایی که میشه غربی‌ها دیگه دخیل نیستن، خود اونا دارن همدیگر رو میکشن در منطقه. یعنی الان اینا که کشته میشن، این از بمیرن، الان آسیبی به اینجا هنوز نرسید. یعنی توپ انداختن تو پاشون گفتن خودتون بازی کنی؟ نه، یه موقع شما کاری نداری میذارین اونا کارشون رو انجام بدن. الان مثلا اونجا ناراحتی هایی که الان داعش ممکنه باشه، شما ببینید آسیبش به روسیه خیلی بیشتر میخوره تا به امریکا. این داعش قصد داره بره داغستان، این داعش قصد داره بره چچن، اینا واحداشون رو میفرستن آذربایجان، جمهوری آذربایجان، اینا واحداشون رو میفرستن به نخجوان که اینور به اصطلاح مال آذربایجان منتها سمت غربی ارمنستانه. خب اینا نهایتاً میخوان هدف دارن دیگه، اینا هدفشونه که برن اونجاها برسن. تا زمانی که با این میتونن بترسونن روسا رو، تا زمانی که روسیه همکاری میکنه، باج میده به اینا. روسیه اومد به خاطر همین مسئله که عربستان نفتش رو آورده بود پایین در سن پیترزبورگ، جیره‌بندی غذا شد. امریکا اگه بخواد گوش عربستان رو بکشه، بلافاصله میکشه نفتو که الان 11 میلیون بشکه صادر میکنه 8 میلیون صادر میکنه. نفت دوباره قیمتش میره بالا. ولی الان در داد ستدهای کلی اگر نگاه کنیم، بله، به نفع به اصطلاح غرب و بعضی از این کشورهاست که هنوز تو معاملات جابجا بشه. همین نتیجه خواهد شد که ایران تحریم به اصطلاح اون توافقی که باید انجام بدن انجام بدن. خیلی از این چیزها هست که از نظر نظامی و سیاسی تفاوت دارن. از نظر نظامی امریکای نظامی امروز، امریکای کشور عنوان ابرقدرت برابر است با تمام 11 کشور دیگه که بعد از امریکا از نظر نظامی قدرت دارن. در یک کف ترازو بذارید، امریکا راحت تر از اونها به حساب پیش میگیره. اگه 11 کشور دیگه رو بذاریم، مثلا وزنه نیستن. اگر امریکا بخواد اونجا نیرو پیاده کنه، این کارو بکنه، خب معلومه که میتونه انجام بده. ولی شما ببینید امریکا رفت نیرو پیاده کرد در عراق، صدام حسین رو برد، همه میخواستن این کارو بکنه. عراق صدام گرفته بود، ببخشید کویت رو گرفته بود، 29 کشور پشت سر امریکا وایستن اونجا رو رفتن گرفتن. ولی الان که یه مدت گذشت، همه فراموش کردن که امریکا چه خدمتی اونجا کرده. اینا همه فراموش کردن که حکومت طالبان رو چجوری آوردن پایین. حکومت طالبان و آقای سهراب اخوان 11 نفر امریکایی رفت با یک هلیکوپتر و 7 میلیون دلار آورد پایین. CIA یک عده‌ای رفتن اونجا بدون شلیک یک گلوله. رفتن تاجیکستان یه هلیکوپتر دست دوم خریدن 1 میلیون دلار. با اون 7 میلیون دلار رفتن یه عده پول دادن به همین خود اینا. ظرف یه ماه بدون شلیک یک گلوله برگشتن 3 میلیون دلار هم از 7 میلیون دلار رو پس آوردن. یعنی اگه بخوان این کارو کنن میتونن بکنن. منتها شما ببینید منافع در یه زمانی ایجاب میکنه که حفظ منافع آینده هم توش باشه. در کشورهای دوروری این ماجرایی که اتفاق افتاده الان، ایران هستش، ترکیه هستش و اسرائیل هستش. این سه تا نسبت به داعش چجور فکر میکنن و آیا ازش میترسن؟ خب طبیعتاً اول اجازه بدید درباره اسرائیل صحبت کنیم. برای اسرائیل آمدن بهار عرب، حالا اسمش بهار عرب بود یا بعد شد زمستون و تابستون و عرب و اینا، این نارامی هایی که ما دیدیم، این نارامی ها در کل خیلی خوب بود برای اینکه ارتش سوریه که یکی از قوی ترین ارتش های منطقه بود از بین رفت. از نظر اسرائیل دارم میگم، دید من نیست، دید اونا رو دارم میگم. از نظر اینکه ارتش عراق هم یک کشور خیلی قوی بود از نظر نظامی، اونم تقریبا ارتش از بین رفت. یک کشور دیگه مثل لیبی که خودش ارتش بزرگی نداشت اما پول زیادی داشت و نارامی ایجاد میکرد به فلسطینی‌های، گروه‌های مختلف فلسطینی کمک مالی میکرد زمانی که هنوز معمر قدافی سرکار بود، اونم از بین رفت. مصر به طور کلی چون یک رگه‌های قدیمی به اصطلاح ریشه‌ای ناسیونالیسم توش داره، زیاد مایل نبوده هیچ وقت با اسرائیل درگیر بشه.
اگر دیدیم چند بار درگیر شده در گذشته زمان عبدالناصر و غیره اینا، اون یا زمان بعد از سادات، این به خاطر این بود که رهبریت جهان عربو در دستش داشته باشه. یا مثلا وقتی که در زمان جمال عبدالناصر ما میبینیم 40,000 تا سرباز میفرستن با در یمن با ایلات و قبایل اون موقع بجنگن که اونجا علیه دولت اونا بودن، این به خاطر اینکه در جهان عرب نشون بده بسیار رهبریت جهان عرب داره. مصر مشکلی برای اسرائیل نداره، در خیلی شرایط از نظر اطلاعاتی از نظر نظامی با هم همکاری دارن. عربستان سعودی هم به خاطر ترس بزرگی که داره از ایران و ترس بزرگی از این که داره که اگر ایران یه روز اراده کنه میتونه بیاد اونور و اینا از نظر نظامی شاید نتونه کاری انجام بدن، با اسرائیل خیلی نزدیکه. این نزدیک. البته علنا نمیتونه بگه، برای اینکه این نگهبان و نگهدار خانه کعبه است و غیره غیره، نمیتونه با اسرائیل، ولی همکاری های پشت پرده به اون صورت هست. لذا اسرائیل از اون نظر بعدش نمیاد این کشورهای عربی همدیگر رو بزنن. اگر حتی تنشی هم بین کشورهای بزرگتر مثل ایران با یک کشور دیگه پیش بیاد، بازم براش به اصطلاح چیزی نیست. اگر در مواقعی هم، چون اینا آدمای اطلاعاتی زیاد دارن، لازم ببینن که خبری رو به کسی ندن که فاجعه بیافرینه، اون کارم خواهند کرد، یعنی خبر نخواهند داد، یا اگه لازم باشه خبر میدن. اینا به این صورت هستش. اینو باید در نظر بگیریم که اسرائیل از این ماجرای جنگایی که در این منطقه میشه سود میبره، ضرر نبرده. البته اسرائیل یک کشوری که دائم در خطره. IDF ارتش دفاعی اسرائیل همیشه باید آماده باشه، 100% باشه، همیشه تجربه های جدیدی رو آزمایش میکنه، برای اینکه همیشه اعراب هم راه چارهای مختلفی رو پیدا میکنن و به مرور بین 20 تا 30 سال دیگه تعداد عربا در خود کشور اسرائیل از نظر زاد و ولد خیلی بیشتر خواهند شد. مسئله بزرگیه. این دائم خودشون فکر میکنن چیکار میکنن. مهاجرت در بیرون خیلی شده، اما اینا گاهی بهره برداری هم میکنن. مثلا اینا گفتن، منظورم اسرائیل، مثلا این رویدادهایی که الان در انگلستان شد و در فرانسه شد، و در انگلستان یه انتیسمیتیزمی راه افتاده و در اروپا در آلمان الان خیلی میخوان برگردن به اسرائیل. اینا آنگرادیسمان میکنن، در نتیجه بسیاری تشویق میشن که برگردن به اونجا. حدود 20 سال پیش برای بار اول طبقه حرفه‌ای، خیلی حرفه‌ای اسرائیلی‌ها از کشور خارج میشدن، دکترا میرفتن، این برای اول بود، و شروع کردن برای زندگی بهتر به انگلستان، جاهای دیگه اومدن. الان میخوان دوباره برگردن، چون احساس امنیت در اروپا دیگه نمیکنن، احساس امنیت در فرانسه، انگلستان، اینا کمتر. اینه که برمیگردن. اینه که اسرائیل از این نظر داره سود میبره. عربستان خدمتتون عرض کنم همیشه در خطر هست، همیشه در خطره. ایران چندین سال پیش حتی اصلا میخواست نیرو پیاده کنه، با از این قایق‌های تندرو میرفت اونجا، نیرو پیاده میکردن برمیگشتن، پیاده میکردن برمیگشتن. یک بار که عراقی سعودی‌ها شکاریای ایران رو زدن، دو تا هفتگاه شکاری ایران وارد خاک حریم هوایی سعودی شد. خلبانای عربی که اون پشت نشسته بودن، دو نفر اکابری دو نفره بودن، خواست برگرده. امریکایی که پشتش بود، اینا یه خلبان عرب بود، یه خلبان امریکایی، مثلا خلبان دومش امریکایی بود. امریکایی کنترل کرد هواپیما و زد هواپیما ایرانو برگشت. اون موقع ایران نفهمید. ولی امریکا این توانایی رو داشت، کار انجام داد، به اینا گفت خب باید نشو بده. بعد از اینکه این کارو انجام دادن دیگه به خاک عراق، به خاک سعودی مستقیم حمله نشده. اما در اونجا شیطنت بازی میکنن. چرا؟ بر مثلا در منطقه ای هست که اونجا یک شهری است که شیعه نشینه، به اونجا پول میفرستن، گاهی هم ناآرامی هایی میشه، گاهی بمب گذاری هایی میشه، این کارا رو انجام میدن. ولی الان دیگه از اون مرحله گذشته که ایران، الان اگه ایران بخواد نیرو پیاده کنه اونور، دیگه خیلی خاطی میشه. ایران نگاهش به داعش چیه؟ خب ایران از داعش بعدش میاد، برای اینکه یک نیرویی است که میخواد اینا رو، اصلا سیستم فکری ایران رو اصلا وهابیت قبول نداره. وهابیت اصلا، حالا یه حرفایی اصلا درباره شیعه میزنن که اصلا نمیخوام اینجا تکرار کنم، ولی اصلا شیعه رو قبول ندارن، به هیچ سنیش قبول نداره، چه وهابیت که اصلا اینا رو قبول نداره، و ولایت فقیه و این سیستمو که ابدا. یعنی در نتیجه امیدواره و امیدوارن خیزیا که در اون منطقه هستن و ناآرامی ایجاد میکنن، که در ایران بشه روزی در بعضی از مناطق ناآرامی ایجاد کرد و این ناآرامی ها تبدیل بشه به جدایی و بعضی از مناطق کشور مثل غرب، شمال غرب که ایران، مثل منطقه بلوچستان، نه سیستان، چون سیستان خیلی شیعه است، قدرت شیعه زیاده، ولی بلوچستان اینا این فکرها هست، در فکرهاشون هستن. تعجب نخواهم کرد که اینا، ما در ماهای آینده اگر این حملات قدس در اون منطقه بیشتر بشه، ما در
بعضی از جاهای شهرهای اصلی ایران مثل اصفهان، مثل تهران، حتی بمب‌گذاری انتحاری اینجور چیزا رو ببینیم. البته امیدوارم چنین چیز نباشه، چون سازمان اطلاعات امنیت سپاه و اطلاعات وزارت کشور و وزارت اطلاعات خیلی گسترده تر و پیشرفته تر در تکنولوژی و توانایی تا کشورهای همجوار ما. ترکیه چگونه به داعش نگاه میکنه؟ ترکیه الگوی خوبی براش بود، برای اینکه اوایل کار نمیکرد، اوایل میگفت که ببینم اینا به کجا میرسن، من میام رهبریت اینا رو میگیرم. بعد در یه مرحله ای که اینا رو هم کمک میکنه. الان داعش هم که میگیم یک بدنه، یک به اصطلاح یک نیروی، یک پارچه نیست، اینا گروه های مختلف هستن. الان هم بعضی از این واحدهای داعش در حالا خلیفه‌گری در دفتر دارن در ترکیه، و خب سازمان میت اینا رو مراقب هستش، غیر مستقیم نه مستقیم به اینا کمک میکنه. از اینا زندگی رو چه شکلی میگردونن؟ کسانی که نه کشور رسمی هستن، نه با کسی داد و ستدی دارن، نه حساب بانکی دارن، نه خرید و فروش میتونن بکنن، فقط میتونن برن دزدی بکنن و بگیرن و چنین نیست. ببینید شما وقتی اینا موصل رو گرفتن، موصل بزرگترین شهر، اینا همه رفتن پیشواز اینا، یعنی شهر به پیشواز اینا رفت. اینجوری نبود که نه. الان ناراحتی ایجاد شده، الان میان خونه ها رو میگردن اینا، ولی اون روز اول که اینا وارد شدن خیلی مورد بسیار توجه قرار گرفتن. بعد اینا تجارت میکنن، چطور تجارت نمیکنن؟ اینو با خاکی که در اختیار دارن به اندازه بلژیک، خاکش، خاکی که زیر نظر دارن یا تحت نظر دارن یا نیرو دارن در اونجا، خب بالاخره امرار معاش از زندگی هست، اینا تجارت میکنن، تجارت زندگی میکنن، سینما هست، هتل هست، رستوران هست، پول خودشونو دارن، پول به اصطلاح مملکتشو خودشونو دارن، اصلا مملکت داعشی وجود داره. حالا خلیفه‌گری الان به عنوان یک کشور پایتخت دارن، راغب پایتختشه، یک کشورهایی در ولی کشوری که به هیچ کشور دیگه نمیشناسدش به رسمیت. خب هیچ کشوری نمیشناسه، ولی خیلی کار کشور... بانکی نمیتونن بکنن، کار بانکی انجام میدن. چرا اینا چه شکلی؟ الان پول مثلا شما نفت که روزی 3 تا 4 میلیون دلار اینا نفت میفروشن، نفت خیلی غیر، شما نفت مثلا عربستان سعودی میاد نفت میکنه 50 دلار، اینا میخوان 30 دلار، ها ترکیه میاد از اون نفت میخره. خب الان پول در مقابلش پول نقد میگیره دیگه، پول نقد میگیره دیگه. خب این پول نقدار یه جای انبار کرده، اگه اینا بزنن یه اون پول پولا رو همه بسوزونن از بین ببرن چی میشه؟ اونجوری اونجوری البته شاید این چیزا باشه، ولی این پول در گردشه. اینا پول تبدیل آدمای در این ور اونور دنیا دارن، آدمای در کشورهای آفریقایی دارن، در میرن تجارت میکنن، اسلحه میخرن. از شما یک اسلحه، شما یه تانک که انگلستان فروخته بود به ایران، چیفتنا تفتن تانک های چیفتنا میخوام بگم، 60 تا پوکه داده بودن. اگر 61 می‌خواستین شلیک کنه دیگه نداشتین. اگر روابطتون با انگلستان بد بود دیگه تموم شده بود. می‌خوام بگم چه جوریه. اسلحه‌ای که شما داشته باشین، هر اسلحه‌ای که باشه، این اسلحه باید مثلا اسلحه گوله روسی به اسلحه گوله آمریکایی نمی‌خوره. طوری درست می‌کنه بخوره. چرا؟ که همیشه کنترل داشته باشن. اینا از جاهایی که این اسلحه ها رو خریدن، یه اسلحه‌ای دارن که باید دائم هی جانشین بشه دیگه، اسلحه خراب میشه باید درست کنه، اسلحه باید تمام. اینا رو از کجا میارن؟ از کشورهایی که آماده کارای انجام بدن. اینا و کشور افریقایی هست، اینا و کشورهای به اصطلاح غیر قانونی، نه غیر قانونی، کشورهایی که قوانین دنیا رو زیر پا میذارن هستن که اینا حاضرن برای پول هر کاری بکنن. شما برین کنگو، برین اگه یورانیوم هم بخواین تو بازارشون میتونین بخرین بیارین بیرون. که بود چند سال پیش تو گرجستان توی یه جعبه سیگار اورانیوم گذاشته بودن، آورده بودن ارمنستان بفروشن. یعنی آقای اخوان بعد از سقوط اتحاد جماهیر شوروی 300 بمب اتمی گم شده، 300 بمب اتمی گم شده. حالا ما صحبت اصله این 300 بمب اتمی، اگر شما ببینید چه فاجعه‌ای خواهد بود. به یک، البته نگهداریش هم خیلی مشکله، هم وقت که ساختن بمب مشکله، دو برابر مشکل تر اونیه که نگهداریشه. اون بمب اتمی اگه دست یکی از اینا بیفته بعد ببینیم چیکار میکنن. با یه خبری هم گرفتم که این رو میتونیم خدمتون عرض بکنم، که امروز یک فرمانده سپاه قدس در سامره عراق مورد اصابت گلوله تکتیراندازان داعشی قرار گرفته. متاسفیم، به خانوادش تسلیت میگیم. من اجازه میخوام جناب بانبان قبل از اینی که به بقیه مسائل و برم ایران، نامه هایی که داشتم و درخواست سوال هایی که تماشاگران داشتن بکنم. اولا از تمام تماشاگران خواهش میکنم، کسانی که برای من ایمیل میفرستید و نامه میفرستید برای
مطرح کردن در این برنامه از آقای بانبان، خواهش میکنم به زبان انگلیسی ننویسید. من بیچاره میشم اینا رو تا بخوام بخونم. فارسی خواهش میکنم. ندارید فارسی نویس، فروخ کاغذ بنویسید، اسکنش بکنید، اسکن واسه من ایمیل کنید. آقای بنیل تمراز نوشتن: آیا وقتی قائله های خاورمیانه تمام شد، آسوری ها که در عراق و ترکیه و ایران زندگی می کنند، صاحب ملک و مملکتی خواهند شد یا همچون گذشته به صورت ابزار سیاسی خواهند ماند؟ خدمتتون عرض کنم اونجا خاورمیانه که ما میشناسیم هیچ وقت قائلش تمام، مثلا آغاز که شده جنگ ناآرامی ها هنوز ادامه داره، یعنی این تمام شدنی نیست. تاریخ اگه نگاه کنیم یکی از ناآرام ترین منطقه های جهانی که تا حالا بوده، پادشاهانی که حکومت های شده، البته آسوریا اونجا یک حق ملکی دارن برای اینکه کشور آشور، آنچه که ما امروز به نام بین النهرین میشناسیم، بزرگترین امپراتور دوران باستان رو در اونجا داشتن. هنوز هم در عراق قبایل جیلو، ترگبر، مرگبر، نمیدونم اینا ریشه‌تن آسوری هستن که در اونجا زندگی میکنن و چند صد هزار نفر آسوری هستن. نه خیر، اون منطقه ناآرام خواهد بود هیچ وقت، هم اگرم آرام باشه موقتی است. آقای حسام هدایتی در نامه‌ای که نوشتن با پست اومدش، نوشتن که سوالی که دارن: نخست، آیا تیمسار مدنی یا دریادار مدنی 20 میلیون دلاری را که از آمریکا دریافته بود خرج چیکار کرد مثلا؟ مهمی کرد؟ خدمتتون عرض کنم امریکا 20 میلیون 30 زیاد گذاشته. 2 میلیون دلار بوده. مرحوم مدنی 2 میلیون دلار گرفت، اونم به گرفت به یک افرادی کمک میکرد، کمک مالی میکرد. امریکا هیچ وقت به نیروهایی که بعد از انقلاب حالا تشکیلاتی بودن، نهادهایی بودن، نظامیهایی بودن غیره، یا افراد مجزایی مثل ایشون بودن که کارهایی میخواستن انجام بدن، هیچ وقت اینا حساب نکرد که اینا یک نیروی خواهم بود که یک کاری رو انجام بدن. کمک مالی میکرد چون بالاخره مثلا ایشون آدم درستی بود، آقای مدنی آدم درستی بود، آدم پاکی بود. مثلا این پولو که میگیره مثلا چند تا خانواده بود به اون 500 دلار زودم تموم شد، خودش هم در مشکل بود. خانمش در روزهای آخر که اینا در اسپن کلرادو بودن در یه فروشگاه فروشنده بود، در یکی از این فروشگاه میسینا. نه، این 2 میلیون بوده، 20 میلیون نبوده. سوال دومشون اینه که آیا دریادار مدنی به پیشنهاد و توصیه کشور خارجی ترفیع درجه پیدا کرد؟ خدمتتون عرض کنم ایشون سرنگ دو بودن با یه دی دیگه در ایران. مانورهای نظامی که نیروی دریایی میکرد، این خیلی جالبه این خدمتتون بگم، از نظر تاریخی مانورهایی که میکرد گاهی اوقات یه سرباز تکاور رو میبرد میذاشت در یکی از این جزایر هنگامه و نمیدونم این جزایر کوچیک که مواد اولیه خوراکینا نباشه، خودشون یک مثلا دورهای سروایوول ببینن، حالا با ماهی گرفتن یا تشکیلات. این یه عده سرباز که اونجا میمونن، شیفت که عوض میشه یادشون میره سربازا اونجا و این بیچاره ها بدون آب و بدون خوراک در یه مشکلاتی قرار میگیرن. خوشبختانه بر حسب اتفاق یه کشتی انگلیسی میبینی، خب یه دیگه دارن علامت میدن و اینا، یه کشتی باری انگلیسی، کشتی باری انگلیسی طبق قانون اگه یا هر کشتی بخواد خبر بده نمیتونه به نزدیکترین دولت خبر بده، من که امرجنسی چیزی باشه باید به کشور خودش خبر بده. بلافاصله به وزارت امور خارجه خبر میده، یعنی به دریاداری خبر میده در انگلستان، دریاداری به وزارت امور خارجه، اونا به سفارت ایران، سفارت ایران هم به نیروی دریایی. اون موقع پادشاه در کشور نبودن، بلافاصله 7 تا فرمانده ارشد دریادارایی که داشتم همه بازنشسته میکنه، زود اینا رو میارن. بعد وقتا اونجا یه هفته مونده بودن، من جمله کسانی که جانشین میشن و اینا به اصطلاح موقت میگیرن این مقامایی که دریادار ایشون فرمودن درجه موقت بوده، ایشون و 7 نفر دیگه یا 8 نفر دیگه میگیرن. الان یکی از این آقایون در اینجاست، مرد بسیار شریفی است، میشناسم بهش، تیمسار وحدتی، جزو همین گروه هستن که اینا ترفیع درجه پیدا میکنن. بجز فرمانده نیروی دریایی 7 نفری که بعد ایشون قرار میگرفتن همه به خاطر این مسئله ترفیع. بنابراین هیچ دولت خارجی با در تعیین درجه ایشون تأثیری نداشت. سوم، آیا سازمان سخنوت
درسته؟ سخنوز سینخ نون واب ده سخنود سخنود ها سخنود. هنوز در تهران و دیگر شهرهای ایران فعال است؟ سخنود همون آژانس یهوده یعنی سازمان آژانس یهود سخنوده در الان نمیدونم به نام سخنود فعالیت باشن فعالیت کنن یا نه فکر نکنن چون سخنود زمانی که جنگ در دوران جنگ جهانی دوم کلمه‌ای که در اروپا بودن سازمان سخنود برای اینا پاسپورت و شناسنامه اینا رو درست میکرد اینا با هواپیما که مستقیم نمیتونستن پرواز کنن اون موقع برن اسرائیل که اون موقع فلسطین بود اینا میومدن کشورهای دیگه مثلا ایسکا به ایسکا میرفتن یکی از این ایسکا تهران بود یادم نیست فرودگاه دوشنتپه یا فرودگاه قله مرغ یکی از اینا شبا اینا میومدن و یک مسئولی داشتن که فامیلش یوسفی بود پسر ایشون رئیس باشگاه راه آهن بود بروخیم یوسفی که یک برادرشون در اسرائیل بعدن در یک مقام بالای اطلاعاتی رسیدن اینا شبا اینا رو میوردن سازمان سخنود و اینا رو میفرستدن برن دوباره به فلسطین در ایران هم بعدن فعالیتی داشتن یک چیزی به نام اوهد درست کردن یک مدرسه بود که مدرسه فنی بود سخنود شبا اونجا زبان عبری درس میداد بعد از ساعت 4 و 20 دقیقه که مدرسه تعطیل میشد ولی الان فکر نمیکنه الان هر شده آژانس یهود باشه چون اسم قدیمی چهارم آیا میتوان گفت در جمهوری اسلامی در 5 سال آینده سپاه قدرت اول خواهد بود؟ خدمتتون عرض کنم همه چی میشه گفت ولی نمیدونم به سپاه الان هم قدرت دوم نیست الان هم اگه حقیقت رو بخواییم سپاه و بدنه سپاه یعنی خود سپاه بسیج و قدس و تشکیلات اطلاعاتی اینا تقریبا باید حقیقت رو قبول کرد که اینان که کشور رو اداره میکنن به یه نحوی حتی در مجلس طرفدار دارن حتی در شهرداری مثلا شما برید شهردار تهران سپاهی فرودگاه ها زیر سپاه نظر سپاه تجارت بزرگ در کشور حتی تجارت بین المللی بنادر اینا سپاه در دستشونه ارتش به یک نحوی حالا درست ارتش بدنه مستقلی است و کار ارتش الان فقط حفاظت مرزا شده با همه این حال فرماندهی اینا رو عوض کردن و جانشین کردن دست سپاه و نظر سپاه میگیره یعنی اگه سپاه سقوط بکنه مملکت ساقط شده سپاه به اون صورت سقوط نمیکنه من اینکه با نیروی قهرمانی خیلی بزرگی روبرو بشه نیروی خارجی نیروی داخلی برای سقوط کردن سپاه نیست ممکنه جابجایی‌هایی بشه در سپاه ولی به نظر من الان هم سپاه داره کشور اداره میکنه نیروی سایه حکومت سایه و امید رهبر ایران الان رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه ای بیشتر با سپاه تا با قانون پارلمان و احزاب دیگه که هستن سر کار اونا چیزی نیستن اونا موجن میان میرن احمدی نژاد هم سپاهی بود مثلا منتها اینا در اون حد نیستن که نگهدارنده این رژیم باشن نگهدارنده ساختار رژیم سپاهه یه شخصی میگفتش که ارتش اسرائیل اردن رو حمایت میکنه که داعشی ها نتونن به مرز اسرائیل نزدیک بشن خب اسرائیل اگه لازم باشه به هر کی کمک میکنه که به مرزش نزدیک نشن یعنی خیلی طبیعیه الان بارها ما دیدیم که اسرائیل با سعودی ها همکاری میکنه اسرائیل با کشورهای مسلمان آسیای میانه همکاری میکنه با هند همکاری میکنه شما اینا هر جا که منافع ملی کشور باشه باید کمک کنه اردن روابط تقریبا خوبی با یعنی یک هماهنگی با اسرائیل دارن اسرائیل آقای نتانیاهو در آینده نزدیک میخوان بیان بر آمریکا و در پارلمان چی میخواد بگه مثل که حرفش هم بر علیه ایرانه بر علیه ایرانی نه ولی درباره مسئله هسته‌ای اشاره خواهد کرد و اشاره خواهد کرد که شما تحریما رو بر ندارین و اگه تحریما رو بردارین این رژیم برنده است از این نظر که البته از دید اسرائیل برنده است و این خیلی راحت به بمب اتمی دستیابی خواهد داشت و اگه به بمب اتمی برسه به کار خواهد برد
اینا رو حتما خواهد گفت، اینا رو که من میگم البته نطقش رو ندیدم ولی دارم حدس میزنم. و چون ایران این اواخر داره موشک‌های بالستیکش رو آزمایش میکنه و این موشک‌های بالستیک فاصله هایی رو که تا مثلا تا غرب امریکا میره، تا هشدار خواهد داد که اینا فقط برای اسرائیل نیست، که ما رو نابود کنه شما رو نابود خواهد کرد. ولی من فکر میکنم ایران در اون مرحله نیست که بتونه این کار بکنه. داشتن بمب مشکل نیست، ولی در توانایی درست کردنش فرق میکنه. بمبای ناقص میشه درست کرد، همیشه ظرف دو ماه میشه بمب ناقصی درست کرد، مشکلی نیست. چه آنکه در ابتدای دانشمندان ایرانی که وقتی شروع کردن بمب از راکتور دانشگاه تهران استفاده کردن، زمانی که آقای خمینی بود در اون راکتور، اون حفاظ درست به کار نمی بردن، مخصوصا میخواستن زود مثلا به اون داخل نتیجه برسن و همشون سرطان خون گرفتن اون دانشمندای اول. خودشون میدونستن چون پول کلونی گرفته بود که این کار انجام بده، ولی الان نیازی نیست به اون کار رو انجام بدن. اسرائیل نگرانه و اسرائیل نگرانی من بیشتر از اینه که اگر اسرائیل نگران باشه ممکنه در یه موقعی خودش اقدام پیش به اصطلاح پری امتی و تک کنه تا اونکه منتظر باشه اونا این کار انجام بدن. من دلم میخواد در بقیه زمانی رو که ما امروز داریم که حدود 40-45 دقیقه دیگه هستش بپردازیم به مسئله کودتا. کودتاهایی که کشورهای مختلف در جاهای مختلف کردن یا کودتاهای داخلی که انجام گرفت و مخصوصا استراتژی که عربستان در مورد ایران داره و کمکی که کرده به یک کودتایی که من یه جا خوندم مخصوصا در بلوچستان عربستان داره فعالیت‌هایی میکنه، اینها چه علتی داره و چیه؟ خدمت عرض کنم، بله دو چند بار سعودی‌ها در ایران این فکر رو داشتن. بار اول که خیلی قوت گرفت 1983 بود، زمانی بود که اینا پول کلونی خرج میکردن و کشورهای دیگه عربی هم خرج میکرد، کمک مالی و کمک داوطلب میفرستادن به نیروهای داوطلب میفرستادن به عراق. جنگ ایران عراق بود دیگه، چند سالی بود آغاز شده بود و یکی در اونجا بهشون میگه که اگه شما یک جپگ جدیدی رو در ایران ایجاد کنید و نارامی ایجاد کنید، ایلات و عشایر ارتشیان خیلی از اینا که هنوز یه سال دو سال بود انقلاب شده بود دیگه، هنوز امیدهایی دارن و جوانم هستن، به شما خواهم پیوست. برای این منظور رجوع میکنن به آریال شارون، اون موقع وزیر دفاع بود، جعفر نومیری، کسانی که در این ماجرا در این کودتا به اصطلاح حالا شکل کودتا، و عدنان قاشقی. عدنان قاشقی عامل مهمی بود برای اینکه راضی کرده بود که چه سالیه؟ 1983. تاریخش هم 13 می، آغازش تاریخ می 13 است. 13 می این فکر خطور میکنه فکرشون. و اول میرن یک فیزیبیلیتی استادی میکنن، یک برآورد اولیه میکنن. در این برآورد اولیه حساب میکنن که چه چیزهایی رو میتونن داشته باشن. میگن ما از اسرائیل، از اریال شارون خواهیم خواست که اسلحه‌هایی که از کشور از گروه‌های عربی ترین چند سال گرفته، کلاشنکوف و خونپاره و مونپاره، این چیزا رو، خب اینا وقتی گرفت انبارای بزرگی داشتن از این اسلحه، اینا رو ازش میخریم با قیمت ارزان. از اون نظر از جعفر نومیری استفاده میکنیم. ابو طیف هم بود، ابو طیف رئیس سازمان امنیت جعفر نومیری بود، اونم توی این مسئله فکر بود. اون وسط ها میگه خب ما این کار رو انجام میدیم، به شما کمک میکنیم، از این مرسنری، از این موضوع را به شما میدیم، به شرطی که ما این کلمی هایی که اینجا هستن برن اسرائیل، و این توافق هم اونجوری شده بود. 800 میلیون دلار هم بودجه این برنامه بوده. یه آدم هایی هم مثل نیمرودی و ازری اینا که نمایندگاه نظامی و کنسول به اصطلاح نماینده نظامی اسرائیل در زمان شاه در ایران بودن، اونا هم دخیل بودن، چون نیمرودی نزدیک به 50 میلیون دلار در سرمایه‌های مختلف، سرمایه گذاری مختلف شکست خورده بود. خب این پول میان جمع میکنن، این پول میان درست میکنن و عرشبت میرن و صحبت هایی هم که میشن، بله اینا جمع میشن میرن در کنیا. در کنیا یک پارک بزرگی هست که متعلق به عدنان قاشقی که از چشم همه دوره، اسمش هم ماونتن کلاب، ماونتن کلاب کنیا، ماونتن کلاب. اونجا میرن گلف بازی میکنن اینا. مال عدنان قاشقیه؟ مال عدنان قاشقیه، بله. اگر اشتباه نکنم بیش از
100 هکتار زمین گلفه و چیزهای دیگه هم داره. در اونجا به دور از چشم همه یک عکسی یادگاری هم هست که ادنا قاشقی و همین داریم عکسشو. عکسو بذار روی آنتن لطفا. و آقای ریاشارون و نمرو چیز نومری جعفر نومری با هم دیگه. بله این عکس اگه ملاحظه کنید، حالا در سمت راست عکس که دیده نمیشه، ببخشید در سمت چپ عکس وزیر سازمان امنیت چیز قرار داره، همون جعفر نومری قرار داره. در اینجا صحبت های اولیه شد که این کار انجام بدن. طرح به این صورت بود که نه تنها اسلحه سبک، بلکه کاری که اینا میخواستن انجام بدن، حتی تانک های سبک رو، نمیدونم نفربارهای سبک رو وارد ایران بکنن با چند تا هلیکوپتر و اینا، به نقاطی که زمان جنگ به نقاط حساس حمله کنن، به جاهایی که باید برن بزنن، اینا این کارا رو انجام بدن. و امیدوار بودن چون در ایران جنگ، انتقال و رفتن نیروها از یه محل به محل دیگر رو به اصطلاح دولت متوجه نشه و از اون طریق اینا میتونستن خرابی ایجاد کنن، پولا رو از بین ببرن، به فرودگاه حمله کنن، یه جنگ داخلی و ادامه جنگ داخلی. که وقتی از اینا سوال میشه از به اصطلاح ملک فاس و میگن نومری و به اصطلاح ایراشارو میگه اگر پولمون کم اومد چی، میگه خب ملک فاس تعهد کرده که باز کمک مالی رو ادامه بده، یعنی با 1 بیلیون بیشتر. البته چند تا خلبان دیگه اسرائیلی هم در این مسئله بودن که به صورت مستقل و منفرد بودن. این ماجرا به همین یک گفتگویی هم میرن مراکش، اون موقع مثلا دستگاه سلطنتی در مراکش بود، با یه عده از نظامیای ایران هم یک گفتگوهایی میکنن، اون یکم اینا رو شل میکنه، چون قول و قراری که نظامیای ایران در مراکش به اینا داده بودن خیلی بیش از اون بود که اینا برآورد کردن، دیدن این اطلاعات درست نیست. یکی این بود باعث شد بعد وقت چه اطلاعاتی درست نبوده؟ اصلا گفته بودن ما این همه آدم در اینجا داریم، در فلانجا آدم داریم، در این پادگان مثلا برای بلوچستان مثال بزنم، مثال میخوام بزنم، برای بلوچستان گفته بودن شهرهای پیپ و بنت و اسپکه اینا پادگان های نظامی داره و خشت خاش، اینا فرمانداشون کردن، با ما توافق دارن که پادگان رو به شما تحویل بدن. اینا رفته بودن تحقیق کرده بودن دینا چون اصلا کردن ولی اصلا پادگان رو تحویل نمیدن. یا مرکز شنودی در اونجا بود به نام کوه ملک سیاه که الان روسا دارن اداره میکنن، چون جای خیلی جالبیه، هم تمام منطقه گواته رو میتونه داشته باشه، هم منطقه افغانستان و پاکستان رو. دیده بودن اونجا گفت دست ماست، دست ما نیست. خیلی از این اطلاعات که داده بودن روی تخیلات داده بودن. ضمن اینکه وقتی شینبت سازمان امنیت ارتش اسرائیل و مثلا بخش اطلاعاتی ارتش اسرائیل و موساد فهمید که چنین طرحی هست، جلوشو گرفت، چون منافع اونا و برنامه اونا فرق میکرد. این بود وقتی به آریا شارون هم گفتم برگرد، ایشون هم برگشت و این طرح به اصطلاح اجرا نشد. کمتر جایی نوشته شده، کمتر جایی در این مورد صحبت شد که چنین اتفاقی میخواد بیفته. این قبل از کودتای نوژه بود دیگه. بله قبل از کودتای نوژه بود. این کودتای نوژه خیلی باز بود، یعنی کودتا نبود. یکی از دوستانم که با یه شخصی آشنا بود، با یه خانمی عروسی کرده بود، همسرشون خلبان بود، تلفن کرد به لندن به من که خبر خوش دارم، میخواییم کودتا بکنیم فلان. این 2 ماه قبلش به این صورت باز بود. جدی میگی؟ خیلی باز بود، خیلی باز. اینه که دلیل این که خیلی ها گرفتار شدن به خاطر اینکه چندین سازمان مختلف بود، یک هماهنگی نبود و روی اطمینان غیر حرفه‌ای این مسائل رو لو رفت، خیلی اشتباهات شد، هماهنگی زیاد بود. کودتای نوژه رو نمیشه، البته خیلی ها در اینجا کشته شدن بیچاره، ولی کودتای درست حسابی نبود. کودتا به این شکل بود، مثلا یک بار دیگه مثلا خود آقای بختیار خودش خواست انجام بده، یه سازمانی داشت به نام ساب، سازمان امنیت بختیار، که از اونا جدا شد، رفت توجهش رو خوب بلوچستان گذاشت. تو بلوچستان میدونیم مهمترین ایلی که از بزرگترین ایلی که هست مبارکی ها هستن. رهبر مبارکی ها اون موقع ایوب خان مبارکی بود که نیمتاج داشت از پادشاه فقید، برادرش ایوب خان بود و ایلات عشایر دیگر هم بودن که
اینو باید خاموش کنم، ببخشید. اشکال نداره. و ایلات اشعاری دیگه هم بودن مثل نارویی ها، ایل نارویی بود، ایل گرگیزهی، گمشدزهی، شهنوازی، تمام با اینا به طور کلی پراکنده در تماس بود. و با اون ور مرز، اون و پاکستانی هایی که ایلات بلوچی که در اون ور مرز هستن، در اونجا یک 114 کیلومتری مرز ایران یه جایی هست در کویت، یک مدرسه نظامی هست که الان مرکز القاعده شده در پاکستان، ولی در اون موقع چنین نبود، بلوچ ها اونجا بودن و هماهنگی های شده بود که این کار انجام بگیره. عرب هم یه پولی بهش داده بودن، یعنی صدام حسین هم یک پولی ازش، در پول خیلی هنگفتی نه، ولی داده بود چند میلیون دلار داده بود که با پولای دیگه شده بود نزدیک 22 میلیون با این ور اون ور که گرفته بود. امریکا پول نداده بود. این شناخت اشتباهی داشت آقای بختیار در این مورد، به یک روحانی به نام میرمولاداد سردارزهی که از رهبران سنی بلوچستان بود به این اومد پول داد. فرزندان ایوب خان اومدن در خارج بودن، البته یکی از فرزندانش در خارج اومد گفت که این پول به این ندین، آدم خوشنامی نیست، ولی قانع کرد از این پول رو گرفت. بعد از یه مدتی گم شد، بعد دیدیم که رفته پاکستان، چیز ببخشید هندوستان، در اونجا ملکی خریده و قصدی درست کرده اینا. بعد عوام الانصاری داشت که می اومدن پیش آقای بختیار، گفت این پول ما چی شد؟ گفت ما رفتیم از چین مسلسل خریدیم، آوردیم بیاریم از خلیج گواتر تحویل بدیم به بلوچا. وقتی که آوردیم خلیج گواتر خیلی نارامه، این دریا طوفانیه، اونجا اصولا بلمای حتی ماهیگیری هم از بین میرن. خب میگم 4 تا بلم ما در وسط خورد، در شب بود و غرق شد و اینا، پولاتون از بین رفت. خلاص خود اون میرمولاداد سردارزهی هم بعد از 6 7 ماه به خاطر مریضی از بین رفت و مرد. این یه کودتای دیگه بود که آقای بختیار میخواست به این صورت انجام بده، ولی بیچاره خیلی به این ور پول داد که پولاشو خوردن و کارش این نبود. کودتای دیگه هم وجود داشت. بله یه کودتای دیگه هم بود در این که به شکل کودتا نبود، بیشتر یه حرکت نظامی بود که تیمسار ناظم آگاه بودن، مسئولینشون اومدن ارومیه هم یه بخشش رو گرفتن. چون ناهماهنگ بود، وقتی که اومدن این کار رو انجام دادن عقب نشستن. وقتی عقب نشستن یه تعداد زیادی کرد که با این همکاری میکردن گرفتار شدن و همه اعدام شدن. اون کردهایی که گرفتار شدن همه اعدام شدن. البته اونایی که جزئی بودن ولشون کردن رفتن، ولی فرمانده‌ها شده داشتن. این ناگاهی بود که این تیمسار ناظم این کار انجام داد و بی تجربه‌ای بود که انجام داد و به این صورت باعث مرگ یه ده آدم بیگناه شد. به این صورت خدمتتون عرض کنم یک مدتی هم دولت ترکیه موقعی که آقای آریانا و تیمسار آریانا بود، چون ارتباطی با این نظامیای ترکیه از قدیم داشت، به اینا گفته بودن بیاین اونجا کمپی درست کنین برای اذیت کردن ایران بود بیشتر تا چیزی دیگه. منتها این نظامیایی که رفته بود اونجا، رفته بودن اونجا خیلی جدی گرفته بودن مسئله رو، در اصل چه این نبود. اینا ترکا می‌خواستن فقط یک مثل ترساندن. اینا یه ده واقعا رفتن اونجا و می‌رفتن ایران، میومدن دو سه تا با ایلو روابطی داشتن و به جای نرسید کارشون. یه روز اومدن گفتن دفتراتون رو جمع کنید از اینجا برید. کودتایی به اون صورت نتونستن انجام بدن. جدی ترینش همین بود که خدمتتون عرض کردم، مال ادنا آقا شوقی و چیز بود. عراق یه دفعه در منطقه آهوران ایران یه فعالیت خاص بکنه، اونجا یک شخصی بود به نام اسلم بلوچ. این قبل از انقلاب 50 60 تا چریک رفته بودن، دوره دیده بودم که بیان خرابکاری کنن در منطقه آهوران. منطقه آهوران خیلی جای خوش سرسبز و برعکس جاهای دیگه بیابونی نیست و جای حساسه، میتونه به بندر عباس اینا آسیب برسونه از اونجا. منتها اونا قصد کودتا نداشتن به نفع کسی، اونا فقط قصد این بود که در منطقه بلوچستان یه حکومت چیزی باشه. یک بار دیگه هم سعودی ها به وسیله عوام انصار خودشون رجوع کردن به مرحوم تیمسار جان. این جالبه، رجوع کردن به ایشون که ما به شما پول میدیم و طریق صحبت کردن عربا هم اینجوری که هر چقدر میخوای بهتون میدیم، از اون منطقه شما حرکت کنید برید استانها رو یکی بگیرید و برید. این گفتگو 5 دقیقه بیشتر طول نکشید و جمعش رو بیرون کرد اون شخص رو. گفت که خب شما این حالا نهایت پول میدین یعنی چی آخه؟ همین چی که با پول نیست، ولی چقدر میخوای بدی؟ با 6 میلیون دلار برای این کار در نظر گرفته. گفت با 6 میلیون دلاری که میدین ما اومدیم فرض کنید بلوچستان رو با 4 تا ایل پخش میکنیم پولو،
یه هفته اونجا رو گرفتیم. هفته دوم که این پولا تموم شد، خب این گلوله‌ای که در خشاب میزنی میره هر کدوم 10 تومن قیمت داره دیگه. تموم بشه جانشین این گلوله از کجا بیارم اینا؟ فقط عربا می‌خواستن این نارامی اونجا ایجاد کنن که تمرکز از جبهه عراق کشته بشه. اینو که جنب لافاصله مطلب رد کرد، متوجه شد. البته ایشون خیلی مرد واردی بود و یک نظامی بسیار به اصطلاح فرهیخته، خیلی علاقمند بود به ایشون، خیلی مرد بسیار دانشمندی بود و اون به این چیزا توجه نمی‌کرد، به این چیزای ساده، به این حرفا. ما چرا جدایی سیاست و مذهب در منطقه نمیتونیم داشته باشیم؟ خدمتتون عرض کردم زیر ساختار از دوران پیدای، از زمانی که ما شهر نشین شدیم، یک جا نشین شدیم، زیر ساختار مذهبیه. در اون زیر ساختار قانونمندی شده مذهب، بعد سیاست هم اومده اون تو. اینه که هیچ وقت این عملی نخواهد بود، هیچ وقت. اگر هست کاذبه. اگر شما میبینین یه حرکت هایی هست، حرکت هایی هم که اگر بوده، اینا مال طیف چپ بودن. طیف چپ همیشه وابسته، فقط نه در ایران، در تمام اون کشور وابسته به یه کشورهای دیگه هست و موقت. خود طیف چپ ثابت کرد در روسیه که دوام نمیاره و از بین رفت. اینه که اونایی تازه وابستگی به اون داشته باشن، ریشاشون خیلی زود خشک میشه و درست شدنی نیست. ولی اینجا ما الان خیلی چپ داریم که شعارها میدن و حرف ها میزنن. بله، من برنامه ریزی دارم. بله، من خدمت رو نرس کردم. یکی از دوستان که هی اصرار داره ما باید بریم ایران چون اینا عربن، بهشون گفتم که خب در ایران اون 22 خانواده‌ای که بعد از اسلام حکومت کردن، اینا که عرب نبودن، همه ترک بودن. ما نمیتونیم بگیم که ایرانی نبودن، ایران تبار بودن، ترک بودن. اینا هم همچنین. نه، این حرفا اسلام اثر نداره. صحبت کودتا شد، میخوام یک کودتا دیگه بگم اگه وقت دارین. حتما. بذات میخوام برگردیم به اروپا. کسانی که فکر میکنن در انگلستان هیچ وقت کودتا نمیشه. یه ماجرایی هست در انگلستان به نام ویلسون پلات. هارولد ویلسون نخست وزیر حزب کارگر انگلستان که همه میشناسنش، این چیزش این بود، مشخصاتش این بود که همیشه یک بارونی دست دوم قدیمی میپوشید و هر وقت ازشون سوال میکردین اول یه پیپ میکشید، پیپش رو روشن میکرد. دلیل اینکه پیپش رو روشن میکرد فکر کرد مثل چرچیل. چرچیل هیچ وقت سیگاری نبوده ولی در تمام عکس‌ها اینو شما اینو با سیگار میبینید. به هر جهت این وقتی که آناتولی گالتسین یکی از جاسوسای روسی، یه سرهنگ دوم روسی بود، پناهنده شد به اینور، به سازمان‌های اطلاعاتی گفت ما در حزب کارگر یک مهره داریم و این مهره هارولد ویلسونه. هنوز در رده خیلی پایینی بودن. پس 1945 هارولد ویلسون در حزب گروه های سوسیالیست و حزبای کارگری انگلستان به اصطلاح بود و ما از اون موقع این برای ما کار میکنه، اینو مراقب باشین. در این حین این اومد مسئولیت های مختلف تو حزب قرار گرفت و بعد نفر دوم حزب شد. هیو کسل نامی که رئیس حزب بود و بنا بود انتخابات آینده شرکت کنه، ناگهان مریض شد، سکته کرد، مرد. تا امروز هم مشخص نشده کالبوچکاف چی بوده، چون خیلی‌ها خواستن کالبوچکافی کنن، باید بکنن نکنن کالبوچکاف، بالاخره خاکش کردن رفت. اون که رفت خاک شد، زیر خاک شد، رفت، ایشون شد نخست وزیر. در دوران نخست وزیری این به اصطلاح توطئه هارولد ویلسون اینه، در دوران نخست وزیری این سازمان امنیت داخلی انگلستان MI5 با رؤسای پیشینش و یه مقدار از روزنامه‌های به اصطلاح طیف راست و میانه، حتی طیف چپ، شروع کردن از حزب کارگر. این دو بار نخست وزیر شد در زمین، یعنی دو بار انتخاب شد که بار دومش رو در 76 کارشون نیمه کاره گذاشت، اومد بیرون، زیر فشار بود، هی برای این مشکل درست کردن، هی مشکل درست کردن. این هی خواست کارهایی که می‌خواست انجام بده و یه مقدارش رو انجام داد، مثلا پزشکی مجانی، آوردن بیگانگان به کشور، درا رو باز کنید، این کارهایی بود که دولت انگلستان دوست نداشت. در این بین یک داستانی هست که هنوز ثابت نشده که این اصلا کارش به یه جایی رسید که گفت ما میاییم و با یک ضربه حکومتی بدون اینکه ملکه رو عوض کنیم، دایی ملکه لرد منباتن رو که لرد اف برما معروف بود، جنگ جهانی دوم فرمانده ارتش اینا در شرق، به اصطلاح جنوب شرق آسیا بود، بعداً تا 1948 وایسرای هند بود، یعنی تا زمانی که انگلیسی اونجا بودن این نماینده اونا بود، اینو جانشینش میکنه. لرد منباتن خب خیلی نام خوبی داشت، دایی ملکه بود. و در این حین موقعی که ماهیگیری رفته بود لرد منباتن، خودشو، زن و بچه‌ش و نوه‌ش و نتیجه‌ش 13 نفر در یک قایق منفجر شدن، همه مردن.
بلافاصله انگشت اتهام رفت روی آیاره ارتش رهایی بخش ایرلند که شما این کارو کردین و تا به امروز ثابت نشده که کی این کارو کرده. اما اونایی که باور به این مسئله دارن و میگن که از به اصطلاح در سایه اینو داشتن درست میکردن که جانشین ملکه انگلستان بکنن، اعتقاد دارن که در این توطئه بزرگ بوده. خود هارولد ویلسون بعد از این ماجرا ناگهانو گفت که من خسته شدم میخوام استعفا بدم به کارهای خصوصی برسم، بعد از اینکه هنوز دو سال به پایان دورش بوده بود که نخست وزیر باشه. بعدش اومد در به شوخی گفت در یکی از گفتگوهای آخرش که روی یوتیوب شما میتونید پیدا کنید، خب منم خونه نشینم کردن دیگه میگه. و بعد آلزایمر گرفت، یعنی دیمنژا گرفت، بعد آلزایمر گرفت، بعد خاطراتش نتونست درست حسابی بنویسه، دیگران اومدن خاطراتش رو نوشتن و این توته معروف به ویلسون پلات هستش به این صورت که اینم رفت. در شوروی هم از این توته ها میشه؟ بله، ولی در شوروی به ما خبر نمیدن. در شوروی بله، خب تمام این رهبران صدر هیئت رئیسی که عوض میشن یک به یک، هیچ که به دلخواه نمیره، عوضشون میکنن به اون مورد، ولی به اون صورتی که ما دیدیم کی عوضشون میکنه؟ پارلمان یا تشکیلات سیاسی هست که برنامه ریزی چندین ساله داره؟ همون نه اون چجوریه؟ پولیت بیروی که اینا دارن، پولیت بیرو تمام رهبران نظامی، سیاسی و امنیتی روسیه هستن. اینا گروه بندی دارن با هم دیگه. گروه بندی ها گاهی اوقات دست به یکی میشن، یکی رو از یک گروهی از بین میبرن، یک گروه از بین میرانن. مثلا انتخاب شدن رئیس همین آقای پوتین و سر کار آمدنش بعد از سقوط اتحاد جماهیر شوروی تا به امروز اصلا غیر منطقیه. اصلا این حکومت داره میکنه، کدوم پارلمان جلوش میتونه وایسه؟ هر کی مخالفه از بین میره میکشنش. این به این راحتی نمیره من که بیرونش کنن. و مثلا الان مگه وقت از یک کودتای دیگه هم بگو. خدمت رو نرس کنم، سال 1974 در اون موقع ماکاریوس در قبرس بود و ماکاریوس از اون معدود کسانی بود که در سیاست و در مذهب هر دو دخالت داشت، مثل آقای خامنه ای، مثل دیگران، یعنی مرد هر دو جبهه بود. قبرس اون موقع جزیره بود که انگلیسی ها سه تا پادگان داشتن اونجا، مهمترینش آکراتیری بود، ولی یک جدایی بود بین ترک های قبرس و مثلا مسلمان های قبرس و مسیحی ها که مسیحی ها بیشترشون ترک بود، یونانی بودن. وقتی که گلافوس کلاردیس و بعدش حکومت نظامی ها در یونان اینا قدرت داشتن، یک جنرالی بود از جنگ جهانی دوم به نام جنرال گریواس که این جنرال گریواس یه عقیده‌ای داشت به نام انوسیس، یعنی همپیمان شدن جزیره قبرس با سرزمین مادر. بعد این انوسیس در یک تشکیلاتی بود به نام ایوکا و تشکیلات بازوی اجرایش هم به نام ایوکابی بود که اون موقع ها این منافع انگلستان رو به خطر مینداختن، هتل سن جورج رو منفجر کردن که در فیلم اکسدوس اگه شما به خاطرتون باشه هتلی که منفجر میشه همین سازمان ایوکا اینا کرد. این تشکیلات میخواستن که یونان بچسبه به قبرس، بچسبه به یونان و مسئله از بین بره. رئوف دینکتاش سوسیالیست رهبر ترکیه که اون موقعی که مرد، همین یکی دو سال پیش مرد، رئوف دینکتاش وقتی که دید یکی از افسرهای جوان گارد ملی قبرس به نام نیکو سامسون که یک جوان 31 ساله بود علیه ماکاریوس توطئه کرد با اون نیروی خودش، گفت من کودتا کردم، ضربه کمپانی رادیو رو گرفت، تلویزیون رو گرفت اینا و رفت به سوی کاخ نخست وزیری ریاست جمهوری که اون فرار کرده بود، رفته بود پاپوس و بعد از اونجا یه جریانی هست. حالا یه دفعه من در یه جریان چرا اینو دیدم بهتون تعریف میکنم، ولی اون روز این جریان به این صورت که قدرت افتاد دست نیکو سامسون. دولت یونان محتاطانه به این کمک کرد، ترسید چون کشت و کشتار شده از هر دو طرف. رئوف دینکتاش اومد انگلستان، رفت با نخست وزیر و دولت صحبت کرد چون باید میکرد، یعنی انگلیسی ها پادگان داشتن، گفت من میرم جزیره رو بگیرم و قسمتی که مال منه، مردم من در خطرم، باید برم اونا رو نجات بدم. نیرو پیاده کرد، 40,000 سرباز فرستاد، یه خطی کشتن به نام خط اتیلا. اون قسمتی که مال یونانی ها بود الان متعلق به ترک هاست و اون قسمتی که مال ترک هاست، ترک ها بود، متعلق پیدا کرد به یونانی ها. دو قسمت شد قبرس از اون موقع.
حتی در شما نیکوزیا یه بار وارد یه مغازه شدم چون خود پایتخت دو قسمت کرده با. از این ور مغازه که مغازه از این ور خیابون به اون ور خیابون نه در خود یک مغازه آها. مغازه بزرگی بود به دو برابر وسط مغازه خط کشی بودن نه مغازه سوونیر فروشی بود که رد می‌شدم یه در باز می‌خواستم از اونجا برم این صاحب مغازه گفت اونجا دیگه خاک ترکیه است بیا این ور یه درش باز می‌شد به خاک یونان قبرس یه درش بود بعد راف دنگتاش رو گذاره که یک مدیر مدرسه بود کردم رئیس به اصطلاح قسمت ترک ترک نشین و اونورم دوباره البته نیکو سامسون هم رفت بیرونش کردن جالبه در اون موقع دو گروه از انگلستان به کمک اینا رفتن در انگلستان بیش از خود شهر کشور قبرس قبرسی زندگی میکنه اینا بیشتر از 1963 و پیش از اون اومدن اغلبشون هم یا راننده تاکسی هن یا سلمونی هن. دیگه تاکسی کم شده بود لندن همه رفته بودن داوطلبانه به جنگن اونجا و این یک کودتای دیگه بود حالا اهمیت کودتای دیگه نداشت فقط برای روشن چیز بود ما یک کودتایی رو راجبش صحبت میکنیم که در زمان قدیم بوده و اون کودتایی بوده که بختیار میخواست بر علیه شاه بکنه این چی بود؟ کدوم بختیار میفرمایید؟ تیمور بختیار؟ تیمور بختیار ببینید این تیمور بختیار بوده خدمتتون عرض کنم که اون رئیس ستاد دیگه مون بود که ترورش کردن چند تا از اینا بودن ولی هیچ کدوم به اون صورت که ما شکل کودتا رو بخوایم اسمشو بذاریم نه اینا میخواستن که نیروهای خارجی با پشتیبانی نیروهای خارجی به اینا اون قدرت رو بدن که شاه خانه نشین بکنن یک چیزی که باید درباره رژیم پیشین بگم که این تفاوت این مسئله همیشه هست که بهش توجه نمیکنن بعد از سقوط یا بعد از پایان دوران قاجار ما یه دورانی رو آغاز میکنیم به نام دوران پهلوی ولی در حقیقت این دوران پهلوی نیست این امتداد دوران قاجاره چون شما اگه نگاه کنید ما کودتای سوم اسفند و اینا این داستانه وقتی که رضا شاه از بدنه قاجار اومد بیرون تمام رجالی که در کابینه آقای در کابینه رضا شاه بودن از قاجار اومده بودن بیرون یعنی امتداد اون خطه به یه اسم دیگه یعنی جابجایی شد منتها ضربه حکومتی نبود مثلا الان که این میشه اسمشو گذاشت انقلاب که اومدن و انقلاب کردن یه دور بیرون کردن و کشتن و جانشین شدن اون امتداد بود حتی در زمان محمد رضا شاه در دوران اول اونایی که مسلم بودن حتی سید ضیا رو میبینیم تقی‌زاده رو میبینیم مشرالدوله رو میبینیم پیرنیا رو میبینیم اینا کسانی که همه در دوران قاجار خدمت کردن همه وزیر و وکیل بودن همه نماینده مجلس بودن حتی رضا شاه از رده‌های پایین در اون حکومت اومد یعنی امتداد اونه و این به اصطلاح نابسامانی فکری تا زدوده نشه مشکل پهلوی و قاجار به این صورت باید جدا بشه وقتی قاجار پهلوی اومد آن چرا که قاجار بود رد کرد خب این کار اشتباهی بود چون تمام این چیزهایی که خودش داشت از اون قاجار بود اونا رو رد کرد این رژیم هم اومده پهلوی رو رد میکنه اینو ما در کشورهای مثل ایران داریم که هر کی میاد قبلی رو رد میکنه این نباید باشه باید خوبشناسی بشه به نظر من این خوبشناسی اون دوران نشده برای همینم وقتی که در دوران از 1956 وقتی روحانیان می‌خواستن در ایران قدرت رو به دست بگیرن سه تا قدرت بود در ایران قدرت دربار بود قدرت بازار بود و قدرت روحانیان همونجور که در قسطنطنیه داشت عمل می‌شد روحانیان قدرت می‌گرفتن در قفقاز شمالی اینا داشت انقلاب می‌شد نمی‌دونم کودتای مختلف بود سوسیال دموکرات‌ها دموکرات‌ها ناسیونالیست‌ها ایران هم در یه تحولی وارد این تحولات شد روحانیون هم اشتیاق داشتن مایل بودن که قدرت رو به دست بگیرن اما وقتی دیدن در روسیه چه شده در 1905 تا 8 تا بعد 1917 دیدن که اینایی که اومدن انقلاب کردن اومدن کمونیست‌ها دمار از روزگار روحانیون در آوردن کلیساها رو بستن آتش زدن همین آتشی که ما الان می‌بینیم این خلبانه رو داعش زده اونجا اسقفا رو آتش می‌زدن همین کمونیست‌ها زنده زنده نفت می‌ریختن آتش می‌زدن اینا رو دیدن ترمز کردن و گذاشتن به یه مرحله دیگه این خوبشناسی ها در تاریخ ما نمیشه وقتی این خوبشناسی ها نشه یه موقعهایی با یک دیواره های از بتون و سنگ خارا روبرو میشیم که برداشتنش مشکله بعدن خوب حل کردن این مسئله روحانیان اومد با دربار ساخت اومد با بازار ساخت ازدواج های داخلی شد اینا نگه داشتن تا زمان مناسب بشه زمان مناسب که شد اون زمینه بود ما 65000 تا 10000 داشتیم الان خب 65000 تا 10 داریم ولی 60000 تا 10 داشتیم این در دهات چی حکومت میکرد مذهب حکومت میکرد سیاست که حکومت نمیکرد در این دهات
الان هم اینجوریه. ما الان در تهرانه که مثلا یا چند تا شهر بزرگ بود در زمان گذشته که مثلا نمیدونم شمال شهر فرق میکرد و بقیه جاهای دیگه مثل اروپا بود، ولی تمام ایران یه شکل دیگه بود، شکل دست اینا بود، دست روحانیان بود و هست. اینو اینا رو باید خوب شناسی کرد. اگه بخوایم جانشین پیدا کنیم، جانشین بیاد بره، حکومت دیگه بیاد، باید محتاطانه به این مسائل نگاه کرد. من سوال دیگه ای ندارم واقعا، اینقدر لذت، چه چیزایی یاد گرفتم، چه چیزایی رو فهمیدم واقعا. شما چی؟ شما هم چیزی از اینایی که دکتر با ما میگفت میدونستید؟ من که در حال خیلی خیلی از شما ممنونم. خودتون چیزی دارید که بخواید اضافه کنید؟ آره، یک مطلبی در زبان عربی، مربوط به زبان عربی میخوام بگم. خواهش میکنم. اشتباهی که بسیاری میکنن اینه که عرب ها همه عربی صحبت میکنن، اما عربی یه عربی صحبت نمیکنن، تفاوت میکنه. زبان قرآن یک زبان کلاسیک عربی است که خب همه میفهمن. زبان روزنامه ها و تلویزیونی عرب هم یه زبان دیگه است که همه میفهمن. خارجی ها، امریکایی ها، انگلیسی ها، روسا، انگلیسی ها نه، بقیه کشورها زبان روزنامه ای را باش آشنا هستن، ولی زبان مثلا مردم یک کشور عرب مثل فرض کنید مثلا در سوریه رو با عراق تفاوتشو نمیدونن. چون تفاوتشو نمیدونن، فهم تفاوت این فهم ها رو نمیدونن. پریمیکوف که یه مدتی هم نخست وزیر، رئیس کجیبی بود و یه مدتی هم یک سال هم نخست وزیر بود در روسیه، یا صدر هیئت رئیسی شد، این زبانشناس عربه، 50 سال 60 سال تو این مسائل تحقیق کرده و خودش میگه، میگه برای اینکه اینو بفهمین با اینا چجوری صحبت کنید، اگر شما فقط زبان عربی که زبان کتابی داشته باشین برید با اینا صحبت کنید هیچ نمیفهمین. برای اینکه در میان کلمات چیزایی نهفته است که اونی که عرب عراقی یه طور دیگه میفهمه، اونی که عرب سوریه‌ای یه طور دیگه بفهمه، اونو باید درک کرد. الان گفتگوهایی که با اینا میکنن به جایی نمیرسن، برای همینه. اینه که در بیشتر گفتگوها عرب شروع میکنن به انگلیسی صحبت کردن، مترجمین عربی هن که به انگلیسی ترجمه میکنن. تا زمانی که ما بخوایم مترجمین ما عربی ترجمه کنن، اونی که در کالج ها و در مدارس یاد گرفتن و مکاتب یاد گرفتن ترجمه میکنن، که یک ترجمه کاملا متفاوتی میشه که اصلا مطلب رو نمیرسونه. واو، چاره چیه؟ چاره قربان هیچ. خیلی خیلی ازت ممنون هستم آقای دکتر باهمان که این جلسه زودتری رو به بنده وقت دادید. امید دارم که در جلسه آینده که در خدمت هستیم راجع به جاسوس ها و جاسوس هایی که قولش هفته قبل داده بودیم صحبت میکنیم. خانم ها، آقایان، چی بگم؟ تمام مسائلی رو که صحبت شد هیچ کدومشو بنده ازش آگاهی نداشتم. ما خیال میکنیم که خیلی چیز سرمون میشه، ولی بهتره که این دید رو باز بکنیم، همیشه قبول بکنیم که کسان دیگری هم هستن که مسائل رو نه تنها بهتر از ما میدونن، بلکه دیدهای بهتری از ما هم ممکنه داشته باشن. در حال طبق وظیفه ژورنالیستی موظف بودم که در خدمت دکتر بانبان به این مسائل امروز و گذشته بپردازیم، که بنده بسیار بهره گرفتم. امید دارم که شما هم بهره وری کرده باشید. تا هفته آینده خانم ها، آقایان، خدا نگهدار.